سلام دوستان وقتتون به خیر باشه این روزها بحثایی در رسانه های عرب درباره ایران داره مطرح میشه بحثایی در رسانه های منطقه درباره ایران داره مطرح میشه که قابل تعمل قابل تعمل تر از چه جهتی از این جهت که خب محصول کاری نکردم من این من کاری انجام دادم من که خودم دارم میگم تو این قضیه تو این اتفاقاتی که رخ داده و مسئله فلسطین هیچ نقشی نداشتم خود فلسطینیام دارن میگم من هیچ نقشی نداشتم و همه این منطقه هم دارن میبینم یمنیه داره یه حرکت میکنه لبنانی است اراقی است تو سوریه اتفاقاتی داره میفته توی فلسطینه یه مقامی هم تو ایران اومد اعلام کرد گفتش که این غذا یا به مثلا انتقام قاسم سلیمانی ربط داشته است خود فلسطینی ها تکذیب کردن پس به من ربطی نداره ولی حالا چرا فقط داره پیرامون من حرف زده میشه این مسئله مسئله قابل تعملیه و مسئله قابل تعموتر اینجایی که خب اگر من قرار بشه کاری بکنم فضای منطقه چه شکلی میشه افکار عمومی چه شکلی خواهد شد فقط یه نکته خدمت شما عرض میکنم بعد بریم بی مقدمه این گزارش رو این برنامه رو با هم ببینیم یک رسانه عربی فردی میاد پشت خط میگه همه اونهایی که رهبران عرب هستن دارن تا آخر شب میگساری میکنن اینا دنبال می و باده و داستان های دیگه اونی که این منطقه رو حفظ کرده اونی که داره بازی میکنه اونی که داره بازی رو پیش میبره ایرانی <applause> ذكر الحادث الاخير وهو استهداف هذه السفينه مصادر صهيونيه قالت لا ندري على كل حال مدى دقه بذلك، قالت بان هذه المسيره التي اصابت هذه السفينه بانفجار وح في الاثناء دعا المرشد الايراني علي خامنئي اليوم الدول الاسلاميه الى فرض حظر نفطي على اسرائيل. في حين اتهم الرئيس ابراهيم رئيس الولايات المتحده بانها شريكه في المجازر في قطاع غزه وقال خميني ان من واجب الدول الاسلاميه ان تمنع ارسال النفط والوقود والبضائع الى اسرائيل واضاف المرشد الايراني ان تقديم الدعم للمقاومه يعتبر الوقوف الى جانب اسرائيل جريمه وخيانه الحقيقه من باب الامانه ان, أن يقال أن هذا الخطاب لم يرد على لسان عربي واحد خل خب بخشی از این صحبت رو شنیده میگه درباره این موضوع اخیر یعنی حمله به کشتی برخی منابع سهیونسی اعلام کردن البته نمیدانم میزان دقت آنها چقدر است پهبادی که به این کشتی برخورد کرده و موجب انفجار و آتش سوزی شده از ایران بلند شده این داره به مسئله هند اشاره میکنه یه چیزایی هم اخیرا پاکستان گفت من حالا خیلی اطلاع ندارم ماجرای هندش برمیگرده به اینکه یک نفتکشی داشته حرکت میکرده پهباد بلند شده زده و ماجره, پا... ماجره پاکستانش برمیگرده به اینکه یک کشتی داشته از سعودی میومده سمت پاکستان با زواره پهوار زده اینا میگه این کار... کار, ایرانه این کارهایی هست که ایران داره انجام هرچند به نظر میرسد یمنی ها پشت ماجرا باشن حالا فعلا من خیلی اصرار از کسی پیرامون این قضیه داشته باشه میگه فارق از اینکه چه کسی انجام داده رسانه های رژیم صهیونیستی فعلا دارن به ایران نسبتش میدن میگن این عملیات ها ایران بوده در همین حین رهبر ایران علی خامنه ای کشورها را به اعمال تحریم نفتی علیه اسرائیل فرا خوانده رئیس جمهور رئیسی هم آمریکا را به شراکت در جنایات علیه فلسطینیان در غزه متهم کرده رهبر ایران گفته مسئولیت کشورهای اسلامی این است که از عبور نفت سوخت و کالا به سمت اسرائیل جلوگیری بکنند و رهبر ایران افسوده که حمایت از مقاومت مسئله ضروری است و ایستادن در کنار اسرائیل جنایت و خیانت است از باب امانت باید گفت که چنین سخنرانی از زبان هیچ عربی شنیده نشده است چنین سخنرانی از جانب هیچ عربی شنیده یکی دو تا نظر سنجی من میدیدم اومده بود چیز کرده بود گفته بود که از بین چهره های عربی کدوماشون بیشتر به فلسطین خدمت کردن بعد اومده بود اسم مقامات رسمی کشوره عربی رو گذاشته بود و یه گزینه ته گذاشته بود سایر سایر از همه اینا بیشتر رأی آورده بود به خاطر اینکه مردم در کشورهای عربی اصلا هیچ کدوم از این افراد رو در هیچ کجای این بازی ها نمیبینن وقتی نگاه میکنیم سرکاریه اینا اصلا کجایی داستانه کسای دیگه ای دارن کار میکنن در جهان عرب اگر کسی هم دارد خدمتی میکند در این منطقه در مقابل اشغالگرها به ملت اون هم کسیه که در کنار ایران بوده اون هم عربی است که در کنار ایران بوده ما رو ما اصلا جایی از بازی نمیبینیم ما رو ما اصلا در حال ایفای نقش داریم ماجرا این چیزی که خود افکار اومی در جهان عرب فهمیده دوستان من بر این ماجراها دارم تاکید میکنم به خاطر اینکه این داستان اثرش رو 5 سال دیگه میذاره این داستان اثرش 6 سال دیگه میذاره یک دیواری در باور ملت ها داره ترک میخوره و این از همه اتفاقاتی که در میدان میبینید خاص‌تر خواهد بود کمی صبور باشید چشم به در خواهد عن حزب الله تحدث ناس مسؤوله في الدول العربيه رئيس رئيس وزراء بهذه القوه وهذه الصراحه لم يرد هذا الحديث وبهذه القوه عربي واحد ان يدعو لقطع النفط او للتصدي لهذا العدوان الاجرامي الأمة وأظلها علماؤها أما بلد كثر هذا مجلس الأمن هذا الآن مجلس الأمن قريب نقول لك كلمة كبيرة مجلس الأمن تعدى على منظمة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة ولا يرى إلا جانب واحد ما هي المدينة التي تلقت هذا احصاب الاسرائيلي هي 40 قنطار خیلی بخش از این صحبت ها رو میگه که اینجا حرفش رو کامل میکنه میگه گفتم باید نداری بکنم این حرفایی که رهبر ایران زده رو هیچ عربی تا الان نگفته بعد میگه البته من درباره حزب الله صحبت نمیکنم چرا اون این حرف رو زده من دارم درباره دولت مردان کشورهای عربی حرف میزنم مثلا نخست وزیرها مثلا رئیس جمهورها هیچ کدام از این سیاست مداران با چنین قدرت و سراحتی صحبت نکردند هیچ رهبر عربی جرأت نکرده به قطع ارسال نفت به اسرائیل یا شکست این تجاوزگری جنایتکارانه فرا بخوان آقا این خیلی عجیبه این خیلی اینا از اصل خودشون هم فاصله گرفتن مثلا اونایی که قبل از اینا حاکم بودن بر کشورهاشون وقتی نگاه میکنی باز اونا تلاش میکردن یه دست و پایی بزنن یه جستی بگیرن که ما اینجا مثلا هنوز فلسطین برای اون مهمه این پیزوری ها کامل بازی رو خالی کردن در حالی که ملتاشون پای این منطقه و پای این مثلا و این براشون تبعات خواهد داشت این آینده منطقه ما رو دیگرگون خواهد کرد ادامهش رو ببینیم میگه که هیچ کدوم از رهبران عرب جرئت نکردن همچی حرفی بزنن بعد در ادامه یک کاربر رو از الجزایر روی خط میاره اون کاربر میگه حاکمان ما امت عربی را ناامید کردند و علما ما امت را ذلیل کردن بعد میگه میخوام درباره شورای امنیت به شما بگم که داره مجمع عمومی سازمان ملل رو رئیس رو زیر پا میذاره شورای حقوق بشر سازمان ملل رو زیر پا میذاره فقط طرف یکی رو داره میگیره کدام شهر رو میتونید مثال بزنید که چهل هزار بار بمباران شده چهل هزار... این آمار خود ارتش رژیم صهیونیستی غزه چهل هزار بار توسط مواد انفجاری بمباران شد من البته اینو خدمت شما عرض کنم همه این داستانی که ما داریم با هم مرور میکنیم که چهل هزار بار بمباران شده این فقط و فقط فقط و فقط داره عجوزه بودن رژیم صهیونیستی رو تشدید میکنه آقا تو یه شهری رو چهل هزار بار رفتی بمباران کردی چهار پنج برابر بمبایی که ریختن رو سر هیروشیما رو سر این شهر بمب ریختی هنوز نتونستی اشغالش بکنی تو بعد از هشتاد روز چهل هزار بمب روی سر اینها ریختی نتونستی اشغالش بکنی بلند شدی رفتی اونجا تانک ورداشتی بردی در شمال غزه اعلام کردی اشغال شده از چل روز گذشته از شمال غزه دارن تلاوی رو میزنن از شمال غزه دارن نیروهای اینا رو میزنن از شمال غزه دارن بالگرده اینا رو میزنن پس تو چیکار کردی؟ تو چند هزار سال اومدی در سرزمین های مختلف آدم هایی رو بین ملت ها داشتی نه جنگ یاد گرفتی از بین انسان ها. نه تونستی بفهمی چجوری فنون جنگاوری چه شکلیه نه مدل جنگیدن فهمیدی چیه فقط جنایت یاد گرفتی بله این بخشی از چیزهایی هست که این روسا در کشورهای عربی مدام در رسانه ها گفته میشه بلکه انسان ها بیدار بشوند خروجی ماجرا چی بوده من نظری نمیدم بریم ادامه این صحبت رو بریم وتحيه الى ايران والله يخزن العرب من المحيط الخليج شكرا لك خالد من الجزائر اشكرك خالد اكثر الزعماء العرب مخمورين بالليل والنهار والمؤمنين بامريكا ايضا هؤلاء لن يحققوا شيء وسيظل الخوف مسيطر على قلوبهم الى ابد الابدين ما على الشعوب الا ان تنفض الغبار وتستعيد كرامتها وسيادتها الحقيقه لكن غزه اقولها ربما المره الاولى مسؤوليه غزه ليس فقط الصمود في غزه وتاكيد كبرياء هذا 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 الجزء من الشعب في غزه وتحرير فلسطين لاحقا وقريبا جدا اقول قريبا جدا نعم بل تحرير الامه من اقصاها الى اقصى كان خباخي ازن صحبتره دييم دي. در ادامه ميگه كده در همين حال مردم مشغول زندگي هستند هم 4000 بار رو بومبارن كردن مردم در کشورهای عربي مشغول زندگی هستن بازی و دیدارهای خودشان را میکنن حواس ها باید به حوسی ها باشد یه موقعی دست سوپا می زدم بگن اینا تروریستن کشور یمن دست اینا نیست نه یه گروه تروریستن یه گوشه ای افتادن الان در تمامی جهان عرب همه میگن قوانینی که چیدی که اینو تروریست اعلام کنی تو دنیا اینو بعد اعلام کنی اینو یار ایران اعلام کنی همه شرط و پرته بعدم دمش گرم که یار ایران بوده شک دارید حرفای این فرد دقت بکنید میگه حوسی ها باید حواسمون بهشون باشه ما باید به اونها توجه بکنیم درود بر حوثی ها درود بر ایران خدا از سر تقصیرات عرب های خلیج فارس نگذرد خیلی حرفه اینایی که دارن این حرفا رو میزنن اصلا چشم دیدن ایران رو نداشتن اصلا چشم دیدن ایران رو ندارن او وقتی نگاه میکنه میگه منو در مقابل اینا تحقیر کردید منو در مقابل اینها کوچیک کردید من انتظار داشتم که شما بیاید حرکتای بزنید و این محور مقاومتی که میگفتی بعد بدست, بدست که همه بازی رو پیش برد که بعد شما کجای داستانید ملت ها تغییر شدن این اثراتش در آینده منطقه خواهد گذاشت ادامهش رو ببینیم اون فردی که مجری هست تشکر میکنه فرد رو پایین میبره میگه که عمده رهبران عرب شبانه روز در حال میگساری هستند آنهایی که فقط با آمریکا و تاج و تخت خود ایمان دارن هیچ کاری نتوانستن انجام دهند و همچنان تا ابد حراس بر, دل در بر دلهایشان مسلط است ملت ها چاره جز غبارزدائی و احیای عزت و حاکمیت واقعی خود ندارند من دوباره این جمله رو میخونم چشمتون به منطقه باشد اتفاقاتی در این منطقه رو خواهد داد ملت ها چاره جز غبار زدایی و احیای عزت و حاکمیت واقعی خود ندارند بالاخره وقتی یه بار نگاه میکنی دو بار یه نگاه میکنی سه بار نگاه میکنی میگه ایران بده نمیخوام بگم خوبه پس چرا من خوبه نباشم شما حاکما نمیذارید پس من باید در شماها فکری بکنم ادامهش ببینیم میگه قضیه یک مسئولیت بسیار بزرگ بر روی دوش همه ماست من این را برای اولین بار میگویم مسئولیت غزه فقط ایستادگی در غزه و عزت نفس این مردم نیست و این را بگویم تا آزادی فلسطین چیزی نمونده و بسیار نزدیک است بلکه مسئولیت غزه آزادی سراسری این امت است من فقط یه چیزی یادآوری بکنم اصلا توی مخیله اینا نمیگنجید که یه روزی بیان غزه بسیار کوچولوی بسیار محدود بسیار محصور شده رو ازش به عنوان یه چیزی که میتواند تحولات رو تغییر بده حرف بزنن همه اینها اتفاق افتاده بسیار روزای عجیب و غریبی رو منطقه ما داره سپری میکنه ادامش رو ببینید انتصار غزه يا جماعه و وانا على ثقه واقول هذا لاول مره انتصار غزه وسيكون انتصار حقيقي وفعلي كونوا على ثقه من ذلك انتصار غزه سيحرك قلوب الجماهير لامتلاك قدراتها وامتلاك ارادتها وتحقيق السيادة الحقيقية في أنظمة إما ديمقراطية أو إسلامية شاء من شاء وأبى وأمن أبى ولهذا بعض التقارير الصهيونية تقول تخشى انتصار غزة لأنها تعرف أنه the next القادم سيأتيها الدور عليها ولهذا بعض الأنظمة وأنتم بتعرفوها طبعا واحد واحد بعض الأنظمة لا تريد لكن غزة ستنتصر لماذا؟ لان الله وعد عباده المخلصين بذلك لن يخذل الله سبحانه وتعالى اهالي غزه ان الان من مواطن يدفن أبناءه ويقول لا اله الا الله ولا ينكسر وصامد يقاتل من تحت الركام هذا شعب لن يهزم لن يهزم ابدا كونوا على يقين خلق بخشيزن بيروزي غزه مطمئن و این برای اولین بار است که من این رو میمونم اصلا همه اینا زنده شدن همه اینا بعد از دیدن اتفاقات فلسطینی ها سنگ به دستایی بودن در مقابل رژیم سهینسی معلوم نیست چه اتفاقی افتاده این یعنی دوپین کردن شکار کردن این موشک و این تسلیات و این دوش برتاب ها و این داست اینا از کجا اومده ما ها که نمیدونیم ولی اون چیزی که همه اینها فهمیدن این که نه اتفاقات متفاوتی میتونه بیفته میشه امید داشت به این داستان و این بخش خیلی قابل تعامل میگه پیروزی غزه یک پیروزی واقعی است که میتواند قلوب ملت ها را از اقیانوس اطلس تا خلیج فارس شعله کند تا خلیج تا قیامت فارس شعله کند تا توانایی های خود را پس بگیرد میدونید این حرف یعنی چی من فقط یه چیزی خدمت شما عرض کنم تو ماجرای هفت اکتبر رژیم اگه عقل داشت هم اونجا وای تو دنیا میگفت آقا نگاه کنید ببینید زدم ما رو کشتم فلان کردم اینا جنایتکارن اینا فلانن اینا بیستان این شروع کرد پاسخ بده به فلسطینی ها اولا از پشت دیواره ها بلند شد اومد بیرون رفت و غزه فهمیدن باید چیکار بکنن چه بلایی سرش بیارن کارایی کردن که اینا شکه شدن نیروهای نظامیشون این از وضعیت غزه باش بحثی ندارم تو دنیا الان از کره جنوبی و ژاپن مردم امید دارن که فلسطینیه پیروز بشه تا خود آمریکا تو اومدی مسئله رو حیثیتی کردی برای دنیا مسئله رو حیثیتی کردی میدونی یعنی چی یعنی فلسطینی اگر بتونه کم نیاره فردا افکار عمومی عالم یک برد بزرگی رو احساس میکنه وقتی یه برد بزرگی رو احساس میکنه یعنی چی یعنی یه کسایی باختن یه کسایی باختن یعنی که یعنی مثلا صهیونیست باخته نه اونی هم که تو سازمان و ملل دستش رو میبرد بالا میگفت من وتو میکنم اونم باخته اونی هم که تو غرب نشسته بود داشت حمایت میکرد اونم باخته اونی هم که تو کشور عربی سکوت میکرد اونم باخته پیروز چه کسانی هن؟ پیروز اونایی که کف خیابونا میگفتن درود بر فلسطین پیروز ایرانی که 40 سال از روز قدسش و 22 بهمنش و مرگ بر آمریکاش و این داستانا مسخرش کردن سوجش کردن دانشجوهای خودش مردد شدن روی هر ایران کوتاه نیومده مقاومت کوتاه نیومده بقیه این اتفاقات داره میفته و اینا دارن احمق ها با ادامه دادن این بازی حیثیتیش میکنن هرچی چی مسئله رو در آسان در دنیا حیثیتی بکنی وقتی که شکست خوردی مردم شکست خودشون رو یه کسایی رو درش ببخشید مردم شکست رژیم رو یه کسانی رو درش سهیم میدونن از آمریکا و دشمنان ایران و پیروزی فلسطینی ها هم یه کسانی رو درش سهیم میبینن از جمله ایران داری کمک میکنی در مرزبندی که صورت میگیره همه بیان سمت محور مقاومت اینا اینو نفهمیدن بریم ادامش رو ببینیم میگه که این پیروزی و این چیزی که اتفاق میفته حاکمیت واقعی خود را در رژیم های دموکراتیک یا اسلامی محقق می کند چه بخواهد چه نخواهد به همین خاطر برخی گزارش ها صهیونیستا برخی از گزارش های صهیونیستا میگوید رژیم های عربی از پیروزی غزه میترسن چون میدانند بعد از غزه نوبت آنهاست میدانند بعد از غزه نوبت آنهاست به همین خاطر برخی رژیم ها که تک تک شما آنها را میشناسید متاسفانه نمیخوان غزه پیروز شود اما قضه پیروز خواهد شد چرا چون خداوند بندگان مخلص خود را به این وعده داده است خداوند اهل قضه را هرگز ناامید نمی کند این ارتشی که از شهروندان قضه در پیش چشم ماست فرزندانشان را به خاک می سپارند می گویند لا اله الا الله اینها شکست نخواهند خورد اینها از زیر آوار می جنگن اینها مردم شکست نپذیرند شکست نخواهند خورد و مطمئن باشه این حرفایی هست که امروز داره زده میشه در افکار دنیا این چیزهایی هست که امروز دادن علیه سحیونس مطرحش میکنن و دقیقا منطبق بر همونایی که ما میگفتیم در این سالها در رسانه های فارس زبان و وطن فروش میگفتن اینا با مچلتون کردن تو ایران نشستن دنیا اصلا این حرفا رو دنیا رو از کجا رسد میکنی رفیق از رسانه هاشون رسد میکنی رسانه هاشون هیچ وقت درود برای ایران نخواهند گفت رسانه هاشون دقیقاً دو قطبی شرق و غرب در یک مسئله تمدنی رو حفظ کردن هیچ‌وقت ازش کوتاه نمیان دنیا رو میخوای ببینی برو ببین کف خیابونا چه خبره کف خیابون ها امروز صرف اصلی تر رو خواهد من نکته دیگه ندارم اگر بحثی چیزی بود حتما در قالب پیام برای بفرستین کمک بکنید که گزارش با پیام های ارزشمند شما کامل تر بشه صرفا یکی از پیام های دوستان عزیزم رو پخش میکنم که یادآوری کرده باشم ایران 14313 پل ارتباطی من با شما تلگرام به ما از این طریق پیام بدید ببینیم پیام رفیق اون رو سلام آقای تحلیل گرار شما خوبه خسته نباشی اینشالا همیشه موفق باشی خواستم بدونم این تلفات رژیم صهیونیستی دقیقا چقدر چند هزار نفر کلش تا الان سلام و عرضده بسیار ممنونم از پیام ارزشمند شما ما وقتی از تلفات رژیم صهیونیستی صحبت میکنیم دقیق ترین حرفی که بخوایم مطرح بکنیم اینه باید سریح بگیم مبهمه همه آن چیزی که امروز در غزه بر رژیم گذشته مبهمه ولی یک اظهار نظری از سوی یحیی سنوار مطرح شد تحت این عنوان که یک مجموعه ای از نیروهای رژیم در حدود 5000 نفر در غزه تلفات سنگین جانی دیدند و تاکید کرد ایشان گفت یک سوم همین تعداد از نیروها در غزه به هلاکت رسیدند ما اگر از این غزه عبور بکنیم رژیم به عددی بالای 100 و 200 و 300 و 400 تا تا الان اظهار نظری نداشته که بخواد تجاوز بکنه و میگه این عدد عدد محدودی ولی رسانه هاشون رو وقتی نگاه میکنی نگرانی که در روزنامه هاشون هست حرفایی که اونها میزنن نشان میدهد که تلفات رژیم بسیار بالا بود حالا باید بریم جلوتر یه خورده زمان بخوره بگذره ماجرا برای همه ما عیانتر خواهد شد من نکته دیگه ندارم بحثی بود در قالب پیام برای هم بفرستین خاک پای همه رفقا هستم خیلی مخلصم خیلی ارادت دارم وقتتون بخیر